درود به همه شما بیننده های عزیز و دوست داشتنی کانال ورزش تیوب. قبل از اینکه خبرها رو شروع کنم، یه ویدیوی خیلی کوتاه از یه ضربه ایستگاهی از دخترای فوتسالیست تماشا کنید تا شاید برای یه لحظه هم که شده غم و غصه زندگی زیر سایه جمهوری اسلامی و حکومت آخوندی رو فراموش کنید. خب بریم سراغ خبر. چند وقت قبل بود که خیابانی توی یکی از گزارشاش گفت که بعد از صعود تیم ملی به جام جهانی 98 عابدزاده اونو بغل کرده و داد میزده که توپلو توپلو صعود کردیم، گامبالو گامبالو برنده شدیم. عبدالله روا اولین کسی بود که توی برنامه ویدیو چک حسابی با این صحبت‌های خیابانی شوخی کرد و ازش خواست تا به جای ویدیوی تمرین کردن احمد رضا عابدزاده و پسرش اون ویدیو اصل کاریر رو کنه. حالا خیابانی روی آنتن زنده یه همچین حرکتی از خودش زد تا شاید روا دیگه برای همیشه دست از سرش برداره و باهاش شوخی هم نکنه. اینجا بازی تموم شده. اینجا قبل از کتک خوردن منه. من اومدم کنار زمین با بچه همونجا که عابدزاده گفت عبدالله تو گوش کن، عبدالله روا گوش کن. اونجا که عابدزاده گفت حالا دیگه با اون استاد خوش دیگه گامبو گامبو گامبالو رفتیم فینال رفتیم جام جهانی، عابدزاده اونجا این حرفو به من خیلی هم دوستش دارم، هنوزم که هنوز دوستش دارم. الان کشور ما تو شرایط جنگی تقریبا دیگه، یه جورایی اینجوری دیگه. آها این عکسو آ وای پیدا شد عبدالله ربا، عبدالله ربا مدرک جور شد. همه دوستان سری اجازه کردن گفت عکس عکس مدرک جور شد. آره این همون عکسه، عکس قشنگه. آره این همون عکسه. خب من تو بغل احمد رضا وای رضا عابدزاده معلومه هیجانه خیلی. اصلا ببین خاطر است دیگه محمد، اصلا آدم نمیتونه این روزا رو از یاد ببره. من همش میگم من که نرفتم اون دنیا رو که ندیدم که، میگم چرا سمان باشه، میگم که ببین بالاخره عمر دیگه تموم میشه دیگه، میگم مطمئنا اگرم حالا بالاخره عمر دیگه از دنیا برم تو اون دنیا هم یاد این بازی هستم من. چون انقدر یادگاریه، انقدر خاطره عجیب غریبیه. من یکی که خیلی منتظر واکنش عبدالله روا به این کلیپ توی برنامه بعدی ویدیو چک هستم. یک کاربر فضای مجازی در واکنش به ممنوع کار شدن نوید محمدزاده و فرشته حسینی توی فضای مجازی نوشته بود تو رو خدا این دفعه خیابانی رو بدید به نوید محمدزاده ببره توی جشنواره چیزی بوسش کنه، در حالی که تاریخ 16 خرداد تازه قرارداد بازی ایران با الجزایر منعقد شده و خود جمال بلمازی و اسکوچیچ هنوز یک ماه نشده که از برگزاری این بازی خبر دارن. یه دختر روستایی 3 ماه قبل یه همچین معجزه فوتبالی برای خیابانی رقم زد. ببین یه نکته بگم، 2-3 ماه پیش توی یکی از روستاهای ایران رفته بودیم توی مسجدی، داشتیم آب سرد کن برای اون روستا نصب میکردیم که بچه ها از آب خنک، تو اون روستا یه یخچال هم تو خونه ها نیست، خب داشتیم آب سرد کنی نصب میکردیم که مردم اون روستا که نزدیک مثلا همه هند چه 50 تا خونه هست همه نزدیک همه هند مثلا بره این لیوان رو پر کنه آب خنک بخوره. خب داشتیم آب سرد کن نصب میکردیم، یکی از دخترای مثلا 14-15 ساله این روستا خیابانی بله نمیخوایم آب سرد کن، قبل از بازی ایران الجزایر بود خب. تو رو خدا بچه‌ها بگی جلو الجزایر خوب بازی کن. عجب ببین تو معجزه فوتبال، نه ببین تو حسو میگه من نمیخوام آب سرد کنو، میگه من نمیخوام یخچال. بنظرم یه پیام خیلی واضح است برای بچه‌های تیم ملی، بدونید که طرفداراتون. حالا بعد از این دوتا کلیپ سنگین ترین ویدیوی کریر جواد خیابانی رو که همین امروز خلق کرده تماشا کنید. به نظر من اگه بهترینش نباشه راحت میشه جزو 3 اثر هنری برتر خیابانی محسوبش کرد. برای شهریور ما فیفادهش خیلی مهمه که برای تیم ببین اصلا نه شهریور ما، مگه حتما باید تو فیفاده بازی کنیم روزهای دیگه بازی کنیم؟ نه روزای دی... خب تو فیفا بالاخره جور میشه. تو شبای قبل از جام جهانی میشه جور شه. شبای جام جهانی به خود آخه یعنی چی اصلا بابا بازی اصلا ببین باید یه جوری ایرانی فکر کنی، باید بیعتی باید فکر کنی، درسته باید بسیجی فکر کنی، باید همون ببین من میگم الان تو چش خیابانی بعد از این همه سال فعالیت رسانه‌ای در ورزش هنوز معتقد تیم ملی میتونه خارج از فیفا دی با استقلال و پرسپولیس بازی دوستانه برگزار کنه و در نهایت هم از گروهش توی جام جهانی صعود کنه. به نظر من حذف فردوسی پور و موندن خیابانی توی صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی دقیقا نمونه کاریه که توی همه بخش ها شده و نتیجهش هم شده همین افتضاحی که بعد از نیم قرن از آخوندها مشاهده میکنه.
دیروز یه موتوری به محمد رضا مهدوی پیشکسوت استقلال و پرسپولیس حمله کرد و گردنبندش رو از گردنش کشید و چیزی نمونده بود که حتی اونو بکشه. اون وقت مهدوی توی یه مصاحبه گفت گردنبندم 200 میلیون قیمت داشت که خیلی مهم نیست. مهمتر از اون کفش گرون قیمت همه که نابود شد. سوال اینجاست که واقعا کفشه از گردنبنده گرونتر بوده؟ اگه بوده چرا اینقدر راحت نابود شده؟ اگه نبوده چرا از گردنبنده مهمتره؟ فکر میکنم هدف این بود که بفهمیم کفشش مارک بوده که فهمیدیم. راست اینم بگم که مهدوی گفت من رفته بودم که یه ماشین گرون قیمت معامله کنم که این اتفاق برام افتاد. اینم همینطوری بدون هیچ منظوری توی مصاحبهش گفته. شما خیلی جدی نگیرید. دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران توی دومین قسمت برنامه فوتبال 360 مصاحبه خیلی مفصلی با عادل فردوسی پور داشت. اسکوچیچ که همیشه این اتهام بهش وارد شده که یه بله قربانگو تمام عیاره، توی این برنامه به تنها کسی که حمله کرد عزیزی خادم بود. اونم فکر میکنم به خاطر اینکه به خوبی میدونه که عزیزی خادم دیگه یه مهره سوخته است و هیچ کاری ازش برنمیاد. اسکوچیچ توی بخشایی از این مصاحبه مدعی شد که عزیزی خادم ازش متنفر بوده. اسکوچیچ گفت من همیشه به خاطر منافع تیم ملی با فدراسیون مبارزه کردم و این انتقادات اصلا درست نیست. سرمربی کروات تیم ملی مدعی شد اگه فدراسیون نتونه بازی دوستانه بگیره خودش دست به کار میشه. اما اوج افشاگری های اسکوچیچ جایی بود که مدعی شد بعد از اعتراض دست جمعی بازیکن های تیم ملی به لباس هاشون از بالا دستور اومده تا دو تا از این بازیکن ها خط بخورن. اسکوچیچ گفت از من خواستن تا احسان حاج صفی و کریم انصاری فرد رو دیگه به اردو دعوت نکنم، ولی به رئیس فدراسیون گفتم این منم که تصمیم میگیرم چه کسی دعوت بشه. اسکوچیچ در بخشایی از مصاحبهش گفت که دعوت نشدن وریا غفوری اصلا سیاسی نیست و ربطی به حواشی این بازیکن با مراجع بالاتر نداره. اسکوچیچ با تخریب وریا غفوری گفت اون اصلا توی دفاع خوب نیست و حتی توی استقلال هم بازی نمیکنه. رضایان هم نتونست توی پرسپولیس باقی بمونه و اون هم از نظر دفاعی بازیکن ضعیفیه. به نظر من وریا و رضایان به مراتب از مدافعین راست فعلی تیم ملی آماده تر و بهتر هستن. حداقل اینو میتونم با جرئت بگم که هر دوشون توی دفاع راست از شجاع خلیلزاده توی این پست بهتر بازی خواهند. در حالی که به نوشته خبرگزاری فارس درویش شخصا با سعید صادقی بمب نقل و انتقالات مذاکره کرده و باهاش به توافق مالی هم رسیده و فقط مونده مبلغ پیش پرداختی که باید توافق بشه، آجرلو مدیر عامل استقلال ساپینتو سرمربی این تیم رو به صورت رسمی معرفی کرد و منم ویدیوی اولین مصاحبهش رو لحظاتی قبل براتون منتشر کردم. حالا یه ویدیو تماشا کنید از درگیری شگفت‌انگیز این مربی با هوادارهای تیم رقیب در لیگ پرتغال. قبل از دیدن این ویدیو اینو بگم که ماجرا از این قرار بوده که هوادارهای ویزلا حسابی برای مورینزه کری میخونن و سرمربی رو تحریک میکنن. آخر بازی و بعد از برد 4 گله مورینزه، ساپینتو میاد وسط زمین و اینطوری شور و انرژیشو سر هوادارهای رقیب خالی میکنه. به نظر من تقابل ساپینتو و یحیی گل محمدی توی دربی امسال میتونه خیلی دیدنی باشه. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما از دانه در جریان اتفاقات و حواشی ورزش ایران جهان قرار بدید.